بسته پیشنهادی دولت ایتالیا درباره تشدید قوانین ضد مهاجرتی در مجلس نمایندگان کشور تصویب شد. بر اساس این مصوبه اخراج مهاجران غیرقانونی سرعت می‌گیرد و کشتی‌های امدادی سازمان‌های مردم نهاد حامل آوارگان در صورت ورود به آب‌های ایتالیا توقیف و مصادره خواهند شد و کاپیتان کشتی هم ملزم به پرداخت جریمه سنگین بین 150 هزار تا 1 میلیون یورو خواهد بود. نجات جان انسان‌ها در دریا در حالی که در تمام جهان یک وظیفه انسانی تلقی می‌شود، اما پارلمان ایتالیا آن را جرم تلقی می‌کند و برایش 1 میلیون یورو هم جریمه تعیین می‌کند. واقعاً باور کردنی نیست. دولت ائتلافی ایتالیا از بیش از یک سال پیش با بستن بندرهای خود بر روی کشتی‌های امدادی حامل آوارگان از پذیرش آنها خودداری می‌کند که این مسئله با اعتراض شدید برخی از شهرداران شهرهای ساحلی جنوب این کشور روبرو شده است. متاسفانه خودخواهی دولت ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی در نپذیرفتن مهاجران و رها کردن آنها در قعر دریا به عنوان یک فاجعه بزرگ در تاریخ ثبت خواهد شد. اروپا یک روز به جرم نسل کشی در آبهای مدیترانه محاکمه خواهد شد. مجلس نمایندگان ایتالیا لایحه جدید ضد مهاجرتی را با 350 رأی موافق و 248 رأی مخالف به تصویب رساند. پارلمان ایتالیا در حالی تدابیر جدید ضد مهاجرتی را به تصویب رسوند که 8 ماه پیش نیز با تصویب اولین لایحه امنیتی دولت موسوم به امنیت و مهاجرت عرصه را بر آوارگان و مهاجران تنگ کرده بود. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.